سلام، شنبه هفته اسفند 89 26 فوریه 2011 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول راهپیمایی سه شنبه 10 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر در مسیر انقلاب به آزادی در تهران و میادین اصلی در تمام شهرهاست که دو تا سوال رو من از مجموع سوال هایی که مطرح شده دستبندی کردم مطرح میکنم. سوال اول این است که تظاهرات سه‌شنبه های اعتراض که اولیش این سه‌شنبه است، بعدیش سه‌شنبه آینده مصادف با روز زن و انتهاییش در واقع مصادف با چهارشنبه سوریه و احتمالاً بعد از تعطیلات نوروز ادامه این تظاهرات اعتراضی چه فایده ای داره؟ آیا ما با این تظاهرات میتونیم فقط حکومت رو پایین بیاریم؟ آیا میتونیم به هدفمون که پایین کشیدن آقای خامنه‌ای دیکتاتور ایران و برگزاری انتخابات آزاد برسیم؟ مطمئناً پاسخ این است که نه، فقط با تظاهرات اعتراضی حکومت پایین نمیاد. اما حالا که اعتراض خیابانی رو در دستور قرار دادیم، چند تا نکته رو باید بدونیم که میتواند این اعتراضات خیابانی برای ما محقق کنه. نکته اول این که با آمدن به خیابان، بحثی که یک بار دیگه هم کردیم، بسیاری از اقشار مردم رو که یا بی تفاوت هستند و یا اینکه مخالف حکومت هستند اما در مرحله نیستند که به جنبش بپیوندند، به این ترتیب در تهران و شهرستانها متوجه جنبش میکنیم. با فداکاری که خیلی از بچه ها میکنن، اونها رو هم به خودشون ملحق میکنن و در مراحل بعدی در واقع هنر این است که اون بخشی از جامعه رو که فعال با جنبش برخورده میکنه به این ترتیب به فعالیت در میاره. نکته دیگه در این خصوص این است که هیچ اکسیونی برای ایجاد فرسودگی در نیروهای حکومت و ایجاد شکاف در اونها با تظاهرات خیابانی قابل مقایسه نیست. خیلی کارهای دیگه میشه کرد، ولی مطمئنن وقتی که تظاهرات اعلام میشه، به خصوص وقتی که ما میریم و به شکل پراکنده و در واقع استفاده از تاکتیک حرکت‌های چریکی در مبارزات مدنی به سرعت جا به جا میشیم و وادار میکنیم کودتاچی ها در واقع پاشونو بذارن، نیروهاشونو بسیج کنن، 100,000 تا آدم بیارن و بعد هم بی حاصل براشون در میاد، میبینن اعتراضات ادامه داره، هیچ چیزی به اندازه این اکسیون فرسوده نمیکنه کودتاچی ها رو و شکاف در اونها ایجاد نمیکنه. و نکته دیگه‌ای که در این خصوص میشه گفت این است که به درستی جنبش در دستورش قرار داده که تنها به ارتباطات افقی بسنده نکن، یعنی فقط جنبش با دیکتاتور و حکومت طرف نیست، با به اونها اعتراض بکنه و یک به اصطلاح دیالوگ اعتراضی فقط با حاکمین داشته باشه، بلکه در عین حال جنبش میکوشه در درون خودش هم ارتباطات افقی برقرار کنه. یعنی وقتی که خواست اصلی ما به زیر کشیدن دیکتاتور و انتخابات آزاده، مهم این است که بتوانیم با بخش های مختلف جامعه مثل جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش معلمین، جنبش اقلیت های دینی و نژادی ما و ملی ما، مثل جنبش کارگری و غیره و غیره ارتباط بگیریم، دیالوگ برقرار کنیم، خواست های اونها رو هم در درون جنبش حل بکنیم و به این ترتیب در واقع یک طیف گسترده ایجاد کنیم. چرا؟ که در مرحله فلج سازی این بسیار بسیار اهمیت داره. به همین دلیل هم هست که این سه شنبه رو به دلیل شهدای دانشجویی همبستگی با جنبش دانشجویی باید قلمداد کرد، هفته بعد همبستگی با جنبش زنانه، چهارشنبه سوری امری ملی و سراسری است و انشالله بعد از تعطیلات هم اعتراضات خیابانی همراه با اکسیون هایی که هر کدوم در هر هفته در نزدیک شدن و ارتباط برقرار کردن با یک بخش از جنبش مثل کارگرا، معلما، پرستارا و بخش های مختلف هستش،
در دستور کار جنبش میتونه قرار بگیره. لذا تظاهرات خیابانی میتواند این فایده رو هم داشته باشه. سوال دوم این است که چرا ما هر شب اعلام نمی کنیم تظاهرات؟ این سوال خیلی هم مطرح شده. اصلا وقتی هفته یه بار میریم تو خیابون هر شب بریم؟ به نظر من وقتی که جوانان فعال در جنبش بخش های مختلف الان تظاهرات هر سه شنبه های اعتراضی رو در دستور قرار دادند، این اون حد اقلی است که در واقع همه دعوت میشن درش مشارکت کنند. اما اون بچه هایی که می نویسن ما هر شب بریم تو خیابون، هیچ مانع الجمع نیست اگر می توانند در محله ها، در منطقه ها با تشکیل دسته های 4 نفره تا 7 نفره یا بیشتر می توانند اکشن های محلی خودشون رو داشته باشن. به خصوص اینکه به چهارشنبه سوری نزدیک میشیم و آنچنان که بعضی بچه ها می نویسن میشه هر شب یک چهارشنبه سوری داشت. لذا این در واقع حد اقل است که هفته یک بار همه دعوت میشن، اما بیشتر از اون اگر کسانی میخوان هر شب حرکت داشته باشن اتفاقا کار خوبی است، به خصوص اینکه وقتی همراه بشه با تشکیل شبکه ها در محله ها که به کار جنبش میاد در مراحل بعدش. نکته دوم اینکه آقای سعید حجاریان در جشنواره موسیقی فجر وقتی وارد سالن شد ناگهان جمعیت از جا کنده شد، چندین دقیقه بلا انقطاع آقای حجاریان رو تشویق کردند، به حدی که مقامات وزارت ارشاد که بودن ناچار شدند که سالن رو ترک بکنند و بدانند که در حضور شخصیت‌های مورد علاقه مردم و شخصیت‌های فداکار جنبش جایی برای کودتاچی‌ها نیست. نکته سومی که آقای رضا اکرمی نماینده مجلس در مصاحبه با خبر آنلاین مطرح کرده که آقای هاشمی رفسنجانی نمیخواسته کاندیدای ریاست مجلس خبرگان بشه، اما آقای خامنه‌ای به او اصرار کرده و پذیرفته. البته این خبر آقای اکرم اگر درست باشه میتواند نشانگر این باشه که آقای خامنه‌ای خودش هم مشکل داره با جناح‌های تند و تیزی که الان هستن اطرافش و سعی میکنه بلکه بتواند یک توازن و بالانسی رو برقرار کنه و تخم مرغاش رو توی یک سبد نگذاره، که البته بعید میدونم موفق هم بشه. نکته چهارم اینکه امریکا، دولت امریکا داره سعی میکنه در سازمان ملل فشار بیاره، لابی بکنه، کارگروه ویژه‌ای تحقیقاتی درست بشه در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین بشه، امری که بسیاری از فعالین حقوق بشر ایران هم درخواست اون رو به سازمان ملل دادن. نکته پنجم این که روز گذشته در واقع از ستاد ائمه جمعه معلوم بود که یک دستورالعمل دادن به همه خطیبان جمعه که رهبران جنبش سبز رو محکوم بکنن، از این حرفای به اصطلاح کیلویی و زنجیره‌ای که آقایون میزنن. و آقای علاءالدین بروجردی دبیر کمیسیون امنیت مجلس از همه جالبتر ایشون در مصاحبه گفته که اصلا آقای موسوی و کروبی در حصر نیستن بلکه اسکورت دارن. معلوم نیست در آهنی جوش دادن یا قفلای خونه رو عوض کردن یا مامورا مستقر شدن، این اسمش چیه؟ به قول خانم عبادی در واقع باید گفت آقای موسوی و کروبی زندانی شدن. همینطور مسئولیت و استادی آقای مهندس موسوی رو در دانشگاه تربیت مدرس هم رئیس این دانشگاه اعلام کرده که به حال تعلیق بر بوده. نکته ششم اینکه معاونت امنیت پلیس اعلام کرده که 46% زورگیری در خیابان‌های ایران افزایش پیدا کرده. جالبه که یک خبرنگار از جناح محافظه‌کار خودش موضوع زورگیری قرار گرفته و با دشنه و چاقو انبالش رو گرفتن و تا 2 ساعت بعد هم پلیس نبوده. ظاهرا پلیس فقط برای این است که بهش پول بدن و بیاد به جون زن و بچه مردم بیفته، اما شغل اصلیش که برقراری عدالت نمیتونه اجرا بکنه. و نکته آخر حوادث لیبی است که دیروز بعد از نماز جمعه مردم وقتی از مساجد بیرون اومدن به رگبار بسته شدن و در شهر زاویه که نبردها در اونجا ادامه داشته خبر از 10 کشته داده میشه. آقای قذافی از همون حرف های صد من یک خازش رو دوباره زده دیروز و جالبه که مثل آقای احمدی نژاد وعده داده که $800 برای 2 ماه نقدی به هر
نفر بپردازن، 150% حقوق رو بالا ببرن و کارهایی از این قبیل، حداقل دستمزد رو 2 برابر بکنن و وعده های اینجوری. به هر حال اوضاع لیبی به مراحل حساسی میرسه، خبر از کشته شدن حتی هزاران نفر میره، اما مخالفین آقای قذافی در یک جنگ داخلی که در جریانه لحظه لحظه به پایتخت دارن نزدیکتر میشن. امریکا روابط دیپلماتیکش رو با لیبی قطع کرده و اموال و دارایی های آقای قذافی و پسرانش هم توقیف شده و قطعات نظامی هم برای این کشور تحریم شده. به صورت آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل هم خواهانه اقدام قاطع شورای امنیت علیه آقای قذافی و رژیم شده. اندکی صبر، سحر نزدیک است. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.